به نظر من اولی فکری رو اونجا بکنید دونه دونه، مثلا یه شیمیدان کسی که کار شیمی میکنه تا وقتی تو آزمایشگاه هست همه پارامترها رو تو هوا نگه نمیداره، میگه بیاین دما و فشار و فلان ثابت نگه داریم، این ماده رو اضافه کنیم ببینیم چی میشه. نمیتونه بعدا بگه که الان تغییر من نمیدونم دما تغییر کرد، فشار هوا تغییر کرد، رطوبت محیط، نه عوامل رو ثابت نگه میداره. مثلا چیزی که ما بهش میگیم دیاپازون، یا به قول دکتر مولانا میگه بگین دو شاخ کوک، یادته که میگه بگین دو شاخ کوک، میگفت تو موزه صفر پاریس تحت فلان دمای ثابت، رطوبت ثابت و فشار هوای ثابت شما اگر بزنی به اون مثلا لات 440 هرتز فرکانسشه. خب اگر به خصوص شما که سروران و بزرگان سازنده ما که آماده خواهیم ساز عدس شما میگیریم کیفشون بکنیم دستتون هم درده ماشیده منطقه. آره اگر به اون سمت بریم که نه معلوم باشه که چه عاملی چی کار میکنه، خیلی خب پوست ما طبیعیه، هنوز هم مثلا دوست نداریم پوست مصنوعی باشه، پوست های فرآوری شدن هم که تازگی هم میزنن باز دیگه رو دروازه که نداره، هرچی همه میخوام بگیم آقا ما میخوام به سمت علم بریم، ولی اون پوسته کیف نمیده با آدم، اون خوشمزه یا به قول نیما اون پرده سنتی، حالا پرده های دیگه مثلا وای رشت جایی که رطوبت هست دوامش بیشتره، ولی اون صداه رو که ما توی سبقه و حافظه تاریخمون داریم اون لذت رو بهمون نمیده هیچ پرده دیگه. خب آه. اما اگر که مثلا میگم اینا روشن بشه، من فکر میکنم مثلا اساتید سازنده ساز ببینم آقا مثلا اون که دیگه کاری نداره که این خرق رو میزنه با یک چیز ثابتی که تغییرات زیادی نداشته باشه، مثلا اون اولی تمهیده، حالا بعد دونه دونه که آقا این طول سیم تغییر میکنه یا نه. به طور طبیعی وقتی که مثلا پوست مثلا یه جایی هست که ساز میره یه جایی که خشکه، اکشن ساز زیاد میشه سیم رفته بالا، خب وقتی سیم رفته بالا وقتی اکشن زیاد میشه تاچی که ما داریم طول سیم رو داره تغییر میده که فرکانسش هم تغییر میکنه. اگر میگه به این سمت بریم این مسئله میتونه حل بشه، وگرنه من جسارت نکرده باشم اگه میتونم این یه جوری چیز کلیگوییه که در فرهنگ ما ایرانی هم زیاده، یعنی مثلا همه چیز رو میذاریم به امان خدا که بالاخره اون میتونه این باشه، یعنی انگار این جریان آبی که داره میاد خیلی راهه برای حل رفتن آب داره. حالا من یه چیزی عرض کنم، در کل ابتدای نظری دارم، من پیشنهاد دارم دوستان نوازنده هم به هر حال با یه سری آیتم های چیز آشنا باشن که ساز رو بر اساس سلیقه خودشون تنظیم کنن که چجوری حالا چجوری بخونه، نرمیش چجوری باشه، اینا میشه انجام داده سری کارات بگیرم. بعد یه سری مسائل دیگه که هست، یکی اون بحث مطلق بودن و ثابت بودن در کل راجع به این قضیه، اگه من بخوام بگم که همه میگیم صدای ساز اگه دو رگه باشه بده، باز بخوام یکی کچولو از همه هم هفته بودن صحبت دو رگه بودن نیست، صحبتی که آقای نظرگاه میکنه میگه ناکوکه، اصلا بحث اون مشکله اینجا. آره ناکوک یعنی صدایی که خارج فالشه و یه موردی هم که هست اینه که این مقدار ناکوکیه انقدر زیاده که حالا آقای وفایی گفتن با سیم ممکنه چیز بشه، ولی انقدر زیاده که حس میشه و با سیم و اینا هم باز خیلی محدود ممکنه تغییر کنه، ولی همیشه باید دست و پنجه نرم کنیم باهاش. اجازه بدید یه کوچولو یه سوال، اول یکی این که من گفتم که دوستان بیان بیشتر بشین که تعدادمون بعد تو صحبت‌ها رو شروع بکنیم، این بحثی که افتاد در واقع توی اون سایی که چیزی که آقای نظرگاهی در واقع درست کردن سازندگان نوازندگان اینا پیشنهاد، ما با دیگه صحبت کردیم با دوستانی که صحبت کردیم اینا گفتیم که یه جوری بشه که دوستان دور هم دیگه جمع بشن بیان ببینیم واقعا اصلا مشکل از کجاست، اصلا سازنده است از تار از نوازنده است از چی چیزی، بالاخره یه نتیجه برسیم که خب اولا که سبا متاسفانه کم شد، ولی خب حضور رو همین شما که هست اینجا تشریف آوردین باعث دلگرمیه. من میخواستم تشکر کنم از همه تون، بخصوص از آقای فرینی واقعا که خیلی زحمت دادیم بهشون، لطف کردن جایگاهشون در اختیار ما گذاشتن.
امیدواریم که این در واقع شروعی بشه برای اینکه بعدها ما بتونیم بیشتر دوستان بیان دور هم جمع بشیم. و به نظر من بهترین حالش هم اینه که خب انتقاد بشه، حرفا گفته بشه، هر چیزی کرد. من ببخشید میگم که شما اومدم و دوستان ببین در مورد ساز من تار واقعیش اینه که ما هیچ وقت علمی نمیدیم برخورد نکردیم با این قضیه، همش میگیم تجربه. تجربه خیلی هم درست، تجربه مادر علمه، تجربه خیلی خوبه، ولی یه جایی تجربه واقعا نمیتونه جوابگو باشه برای اون چیزی که نیاز امروز. مثلا نوازنده ای که شما این نوازنده امروز مقایسه نکنید با نوازنده 50 سال پیش، مثلا میگه مثلا فرنگی شده خیلی راحت سر یه گروه میکنه و یکی بزار رو نرم میزار کنه. ببین ما ایراد کار الان در حال حاضر خیلی هستن سنتی کار، سنتی البته میگن سنتی ولی به نظر من سنتی هم کار رو بگم، من خودم سازنده تارم دیگه، خیلی خیلی مطلب خشخاش میذارن، خیلی خیلی کلاس میذارن، متاسفانه خیلی خیلی دکون وا کردن واقعیتش برای سازسازی یا برای خیلی چیزهای دیگه. ببینید تار یه مشخصی داره، یعنی یه اندازه داره، یه ابعادی داره، طول و عرض و دسته و کاسه و نقاره و نمیدونم شیطونک و خرک و پوست و دهنه و همه اینا یه چیزی مشخصی. توی اروپا، توی آمریکا اومدن رو ویولون کار کردن، رو گیتار میگودن آقا این ابعاد، این اندازه ها فیکس جواب داده که مثلا برای ویولون توی این اندازه، توی این ابعاد خوب، رو گیتار خوبه. حالا ما هی بیاییم به خاطر اینکه چوبون جواب نمیده کاسه رو کوچیک بگیریم، چوبمون خوب نیست دسته رو نمیدون فران کنیم، چوب کم میاد دهنه رو کوچیک میکنیم، بعد نمیده دیگه جو در نمیده، بعد نمیدونم پوست خراب به در نمیخوره، میگم که پوست آشغال میدونم پوست ده بار میدازیم، میدونم پوست کهنه باز نمیدونم ده بار استفاده شده میدازیم روش، یا پرده ها رو به سر یک خودم، یکی میاد کارتوک میدازه، یکی میاد پرده میدازه، یکی میاد نمیدونم بعد میتونم چی نخ بعد میتونم، یکی میاد فران چی میدونم. اون چی که هست در واقع ما میتونیم بهش اشاره بکنیم، بگیم که ما ابعاد طلایی که در اون ما از یحیی بهتر واقعیتش نداریم، هم از نظر زیبایی هم از نظر ابعاد. حالا بگذاریم که مثلا یحیی هم داشته تعداد سازایی که بوده که مثلا کوچیک بزرگ بوده و همش هم و هم اینجوری هم نیست که بگیم همه یحیی ها خوب میکنه، ما یحیی خیلی بدم داریم که واقعا اصلا به درد نازندگی نمیخوره، خوبم نمیخوره، یا جعفرای خوب خیلی داریم، جعفرای چیزا متأسفانه شاهرخ داریم، یا سازای قدیمی. حالا یکی ببینید ساز سازا اولا که از ابزار متاسفانه به دورن، یعنی نمیدونم چرا ما متوجه نیستیم که ابزار ساخته میشه که بشر ازش استفاده بکنه. شما همون موقع یحیی همون ابزاری بود که مثلا از همون استفاده بکنه، ابزار دیگه‌ای وجود نداشت. یا مثلا توی اروپا فلان کار رو می‌خواستن بکنن، دیگه همون ابزار بود دیگه، هواپیمایی که نبود، یا نمی‌دونن دستگاه فلان چیز نبود که اینا بیان ازش استفاده بکنن، بلکه نبود 400 500 سال پیش که اینا بیان مثلا فلان از فلان ابزار استفاده بکنن. برای من آقای فرهمن یه روز اومد کارگاه من نشسته بیام جو صحبت می‌کردیم، آقای فرهمن به زور سیم ساز می‌داد روی شیطونه تو گوشی، بعد اصلا خیلی حالش بد بود، استاد گفتم من همینجوری گفتم ببینم نظر آقای فرهمن واقعا چی میگه، گفتم که شما بهتر نبود از ابزار. آها چجوری شد داستان؟ یه تار آورده برای یه آقای چیز میگه داشت گوشیاشو با سوهان چیز کرده بود، سوهان چوب کنی کرده بود که بندازم. گفتم استاد شما چرا آقای گوشی‌ها رو اینجوری چیز کردیم؟ گفتش که والا بعضی من همه اینجوری میگم. گفتم آخه چرا؟ گفتم آخه دیگه الان موقع این حرف من نیست که آخه خیلی با نیوم شد بسنی میدوش بیا آقایی هم بود مازند از مازندان اومده مازندان رضا مازندان نگه یه آقایی دیگه بود از سالی هم اومده. بعد گفتم آخه خب چرا این کارو میکنی؟ یه برگوتر ها شما هردم آلمان میزنی با بهترین کیفیت توی دنیا تکه، همین که الان من دارم میارم شما ببینید، خب شما یه دونه از این بگیم استفاده دیگه، این چه کاریه؟ اصلا این بحث اینه که ضربه به چیز خودتون، کاری خودتون میزنه، سازتون رو خراب میکنه، هی بهش فشار میده، هی فشار پونگر میداره، نمیدونم مجموعه بدن حالا ده نفر بیاد طراحی کنه، این ساز کوچه برنجی چیز گوشی برنجی طراحی میکنه، اون نمیدونم فلان طراحی میکنه، اون این هر کسی یه جوری خلاصه. در حالی که اگه
ما خیلی هم ویولون داره داریم اگه ویولون داریم بروشی برای چی میدازن بروشی یا بروشیه نمیدونم فران چیز میداریم از ویولون که اساس در نیست این ساز که همش هم توی ارکسترهای آنچنانی استفاده میکنه. گفتم بابا نه، بعد گفتم که خب بهتر نبود شما میمدی یکم از ابزار استفاده میکنی اینقدر فرسوده نمیشدی؟ ببین من خیلی مخالفم با این قضیه که سازند نبازند دارم فکر میکنه که سازنده باید بشینه پدرش در بیاد بیچاره بشه نوازنده بشینه ساز دون عشقه که بشن بکنه. اصلا هیچ همچی چیزی نیست. چرا نباید سازنده خونه نداشته بشه، ماشین نداشته بشه، ببخشید ویلا نداشته بشه، نمیدونم امکانات آنچه این نداشته بشه. چرا یه نوازنده، من یه بار با بچه ها صحبت میکردم، چرا نباید یه نوازنده آب و خونه و زندگی امکانات آنچه این نداشته؟ چرا یه بقال چقال بقول یارو بودنی یه دونه زیپله داره، ویلاش تو شمال هست، ماشین آنچنانیش هست، پول آنچنانی داره، این چه کاری که مثلا ما داریم خودمون واقعا اینقدر چیز میکنیم؟ بعد گفتم آقای فرمان شما اگه، گفت چرا مرد جان؟ گفت این نوازنده ها بیچاره کردن همینجوری، گفت واقعا ما رو بیچاره کردن، ما جرأت نمی کردیم به ابزار دست بزنیم، جرأت نمی کردیم یه چیزی بیاریم با اونجوری، حتما باید تیشه فلانی تیشه میزد کاسه رو خراب میکرد، چوب ها رو درست موقع چوب زیاد بود سازنده کم بود، ولی خراب به اکت و کن بود. خدا شاهده من خودم اون اوائل کافی کار میکردم، خدا شاهده من بعضی وقتا شبا آقای امیری خدا شاهده از درد این کتفام با ناله از خواب بیدار میشونم تو خواب، یعنی شب، یعنی اصلا ناله میکردم. خانم میکرد چه ده توش اینجوری میکنی؟ اینقدر درد میکرد از بس که تو فکرشو بکنه هی بیاری آقا ابزار هست من. هیچ فرقی نمیکنه شما این کاسه رو بده من اینو بگم شما به همه بگم، اولا اینکه همه الان از ابزار استفاده میکنن، هر کی میگه دروغ داره میگه، من اینو دارم میگم، اما اون بزرگ بوده کله گندهش تا اون کوچیکش که داره همه از ابزار استفاده میکنن، همه از ماشین استفاده میکنن، منظورتون کپی تراشه؟ همه استفاده میکنن، هیچ اشکال نداره. بذار من بهتون بگم. من نمیگم اشکال نداره. بگم این اشتباه چیز نشه بین این نوازنده ها که این کپی تراش خرابه. نه، این فقط داره کار سبک میکنه. کپی تراش که ببین سینسی از سینسی دقیق تر بگیم داره. وجود نداره. هیچ دستگاهی وجود نداره از سینسی دقیق تر. سینسی هم نمیتونه کار تارو تا آخر انجام بده. گیتار و ویولون و نمیدونم هر سازی شما باشه. در نهایت این دستی که اون کارو انجام میده. هیچ ایرادی نداره. آقا چه اشکالی داره من تن سال الان آقای فرمن الان به درد میخوره یا 30 سال پیش آقای فرمن که تن سال بود باید میشست کار الان توان الان با اون تجربیاتی که داره الان بهتر بود آقای فرمن میشه سال میساب یا آقای فوریا که نمیتونه یه دونه موقع بزنه یا 40 سال پیش الان تجربه کسب کرده صدا رو فهمیده و رو فهمیده همه چیز رو میدونه همه چیز الان باید میشست این آقا باید هم آقای فرمن الان سعید سالم بود باید چارچور بدن چارچور بدن سال بود میشه سال میزن یا آقای پوری یا هر کسی دیگه این یه مورد واقعا گفتش که آقا کردن دیگه ما دیگه چشاش نمیدید اولا تازه کردن نمیدید گفت نمیبینم سیما رو بندازم خب چی کار کنه این بدبخت خب همینه سازسازی هم سخته انصافا تار مخصوصا سخته حالا من خودم آدمی بودم که خود تو کردستان بزرگ شدم توی روستا بودم تو کوهنورد بودم ورزش میکردم ورزشکار بودم خب همیشه هم ورزش میکنم خودم واقعا چی کنم و ایده من بچه های دیگه رو میبینم همسن سال من اصلا بابا داغون شدم کفرت ها واقعا هم اینجوریه اینه که اصلا ایراد نداره آقا تو در نهایت میخوای مثلا کار انجام بدی آخر کار بشین باد دست میشین این یه موضوع یه موضوع دیگه ببینید ما بحث رگلاژ و بحث این که سیمان نمیخونه آقا بفرمایید بحث این که سیمان نمیخونه بحث این که دوتاییه بحث این که نمیدونم اشکال ایراد داره اینا همش یه دلیل علمی داره ما نریم دنبال تجربه واقعا به نظر من شما بیایید اولا که ما اندازه داریم برای هر چیزی از اون اندازه های دلیل ما اولا که تار یه مجموعه 100% یا 3 تا 5% 5% تشکیل میشه میشه 100% کامل میشه اصلا اینجوری نیست که ما بگیم که مثلا یه دونه پوست یا خرک یا دست یا فلان کار سازه البته من خیلی به این معتقدم چون که خودم خیلی امتحان کردم خرک فوق العاده تاثیر داره فوق العاده تاثیر داره خیلی مهمه دوستان میتونن امتحان کنن اما اینکه
ببینید دقیق ساختن ساز، دقیق ساختنش، یعنی شیطونک بالا اون گونیا رو چجوری بزنیم که اون تیم بالا تیر بزنیم که شیطونک بزنیم، اون خیلی مهمه. بیاد اون اندازه دسته که میاد پیش 46 کجا تموم میشه، دقیق رو اون 46 تموم بشه، اون خیلی مهمه. اندازه دهن و کاسه خیلی مهمه. خرکه کجا قرار بگیری که 52 میل از ته کاسه فاصله داشته باشه تا خرک شیا، یعنی شونه خرک سیم بیفته روش، این خیلی مهمه. در مورد دو صدایی چند تا مطلب هستش. اون گردی دست، بعضی گردی زیاد میپسندن، بعضی نمیپسندن زیاد. البته اونم یه اندازه‌ای داره، اینجوری نیست که مثلا یکی بخواد خیلی گرده بکنه که دست لیز میخوره، سیما در میره، اشکالی داره پیدا میکنه، ولی اونم یه اندازه‌ای داره. اون گرده به تناسب اون گرده، به خاطر اینکه شما مستقیم دارید میایید پایین، مثلا به پایین دسته که میرسید این اشکال بیشتر دیده میشه توی تار، مثلا تو سیم دو. برای اینکه اگه خرک شما گرده روی دسته، اگه گرده صاف باشه، اگه دست صاف باشه، شما خرک روی صاف بذارید. اگه گرده باشه، شما مجبوری خرکتون بر اساس اون چیز بین، یا اینکه نه، همونجوری که آقای فریدی گفت توی تارای یحیا، بعضی از این ور اون ور سیم دو و سیم های بند شیارشون بیشتر زده شده. این به اون دلیله که اون چیز رو بگید، ناهماهنگی رو بگید، اونو از بین ببره. ویلا اینکه من از دوستان مزخواهی بکنم، اینکه کاسه چوب ساز اینجوریه، نمیدونم تراشش اینجوریه، البته نسب دسته به ساز فوق العاده اهمیت داره، این خیلی اهمیت داره که باید ببینیم چجوری باید دسته رو نسب کنیم. واقعا ببینید، من خودم انجام میدادم، تجربه شم بالاخره، حالا یه تجربه 20 خورده ای سال دارم. من خودم الان یه سری چیزا طراحی کردم، طراحی کردم، یعنی اینجوری نیست، یعنی هر کی هم که میاد آقای فوریان اون اصلا نفهمید، مثلا اون داره میگه از این چی بودم اینا یه چیزا، اصلا نمیدونه هیچ کی، واقعا نمیده. علم سازا توی سازسازی از استفاده از ابزار واقعا وحشتناک پایینه، واقعا وحشتناک پایینه. نمیدونم چرا نمیخواد مثلا یه خورده فکر کنن بیان یه چیزایی رو. من یه دوستی، یه آقای اومد اون کار رو محبتی که من داریم، یه آقای اومد گیتار ساز اومد تو حیاتی که ما داشتیم، یه کارگاه رو اجاره کرد، و آقای کریمی، این آقا فوق‌العاده بود، اصلا فوق‌العاده بود. من که خودم اینقدر روی ساز حساس بودم، روی تار با آقای پوریا کار کردم، بالاخره این برای خیلی چیز دارم، اصلا من این آقا دیدم گفتم بابا واقعا چی کار داریم. باور کنید این برای گیتار، اولا که آمریکایی و اروپایی ها اومدن یه ابزارهایی طراحی کردن برای گیتار که اصلا میبینی که اصلا یه خدایی به چی کار دارم، اصلا میگه میشه همچین چیزی برای نقطه به نقطه این گیتار، دسته، صفحه، گوشی ها، نمیدونم سرپنجه، توش، ساید و بکاش، فینگر بوردش، نمیدونم، برای همه این ابزار طراحی کردن، برای همش. علاوه بر اون همه ابزار، این آقا یه نبوغ عجیبی داشت. اصلا من مونده بودم که این چجوری این کارا رو داره انجام میده. من گفتم آقای کریمی اینا چیه؟ میگو اینا سامانه هست، سامانه های موشکی هست، جوری زدم این چیزی میکنه برای نمیدونم فضا پرتاب میکنه فرای اینا، این سامانه اسمش گذاشته رو اون چیزا، گذاشته سامانه اسمشو. باور کنید اصلا یه چیزای طراحی کرده بود، یه چیزای ساخته بود، اصلا آدم حذف میکرد فقط نگاهشون بکنه. خودش هم میشد از ابزار استفاده میکرد، از اوورفرز و نمیدونم فرز مشتی و فلان اینا، حتی یه کارایی میکرد که باید ببینید واقعا که بدونید چی هست. ببین ما ها اقلی آقا هم افتادیم جان سمه بمیگم بگه بخش بر... جان بعضی ببخشید جان میانه کلامتون این دلیلش چیه؟ دلیلش اینه که کار ما آکادمیک نیست. خب همینی میخوام از کنم من حالا یه ما رو به چیزی بوده و این نخبی از سال 70 ساز میسازیم، ولی یه مسائل پیش میامد تو فضای سنتی ما مخصوصا که دلزده میکرد. ما موفق هم بودیم. خب اجازه بدید من بگم بهتون، شما حرفتون درسته، اینی که دلیل نه من میخوام بگم اگر که مثلا
شما به یه چیزی، حالا این ایرادی که دوستان الان بیان کردن، شما میاد تحقیق میکنی، ایراد برطرف میکنی، خب پیدا میکنی، ولی برای خودت نگه میداری. این اصلشه دیگه، این آکادمیک نیست، این تدریس نمیشه. اصلش اشتباه، ولی خب آره اینجوریه توی من. اینجوریه، یعنی آره. من یه زمانی همون سال 70 که ستار میساختیم، یه دوستی بود ما گوشی، خب موقع چیز کرده بودیم، دنبال گوشی آماده میگشتیم، حالا به دلیل ما نمیخواستم ما وقت بذاریم برای گوشی. یه همکاری آدرس اونجایی که گوشی درست کرد برای نمیداد. گفت من دیگه چه میگیرم برای خودم نگرداشتم. من گفت به همه میفروخت. مغازه بود، تولید میگه به همه میفروخت. آدرس اونو به من نمیداد. مثلا خب این از اینکه شما یه کابل درسته. بعد این فضا هست که اونورم اگه پیشرفت کردن دلیلش این بودی که کار گروهیشون درست بوده. اصلا اگه مورد محبت قرار گرفت. اگه خب حالا ما کلا هارمونی ضعیفه. ما کلا تو فضای سنتی خب نه یه چیزی هست در جنس آقای مرادی ببینید. اولا اینکه آقا خب پیشرفتن هیچ شکی هم درش. نه دلیلش هم. دلیلش هم اینه که پیشرفتن برای اینکه در اختیار هم دیگه گذاشتن، کار کردن، تجربیات رو در اختیار گذاشتن، ابزار بوده فلان که پیشرفت که همینجوری حاصل نمیشه. بله کیکی به یه درود که نمیشه که. پس اینجوری بوده. حالا ما این جلسه رو در واقع مطرح کردیم، صحبتش بود. واقعیت اینه که به خاطر اینکه بیایم تجربیات همدیگه رو در اختیار همدیگه بذاریم و خیلی هم خوبه، اشکال نداره. این که مثلا اون ایراد این ساز الان در حال حاضر به خاطر چیه، اون نخز، اون خرک از این دسته است، نمیدونم گونیایی که اینجا زده میشه اگه این اشتباه بشه، برای کسی اینجوری میاد. خب خرک اینجوری که بیره، خب ما نمیم روی یه میل دو میل که صحبت نمی کنیم، رو سانت که آره هیچی اصلا، رو میل که صحبت میکنیم، روی ایپسیلون صحبت میکنیم، تو سانت اینا مهمه، ولی یک سانت دو سانت دیگه اصلا هیچ جای بس نداره که اصلا کسی بیاد روی یه سانت دو سانت، روی یه سانت دو پنج میل هم اگه بخواد صحبت بکنه که اصلا نه سانت بسازه که اصلا ما بیاییم روی ایپسیلون رو صحبت بکنیم که بگیم آقا این اگه اینجوری شه به نتیجه ما میرسیم، این نتیجه میده. حالا به هر صورت این آقا ما دیدیم و منم از این واقعیش کمال استفاده رو کردم، دیدم داره چیز میکنه، اصلا خیلی جالب بود. من خیلی اون الان کاش که من یه ساز خام می آوردم، فاق زبونی که الان من زدم رو این سازا همشون امکان نداره. یحیی از گور بیاد بیرون که چیز صد تا مثل یحیی بیاد بیرون، این حرف نیست، شعار نیست، علیکی نمیگم، بیاد بیرون امکان نداره. اون فاخزبونه ای که من رو این ساز انجام دادم با ابزار ده. ابزار سینسی نه ده. فکر نکن سینسی آورده میارفتن فرا کردم، ابزار هایی که خیلی چیز رو گردن. شما توی این یه مو نمیتونین رو فاخزبونه ای که من کردم این برون برد. خب حالا شما اینو مدبه میکنید جزوش کنید به دسته جمعید. نمیشه، من باید ابزار کارمو بردارم بیارم اینجا، چون خب فیلم بگیرید، فیلم بگیرم مثلا در اختیار بذارم که ببینم مثلا چجوریه. و الا خودم اول اینجوری که من تا دو سال پیش فکر میکنم یه سال خورده پیش من خودم همین کار رو میکردم. واقعیتش اره میزدم، تیر میزدم، آقا اره کج میرفت، نمیدونم کثیف در میومد. شما اگه نگاهش بکنید انگار که مثل آینه است. ببین اینو چیز نکنی که مثلا حالا این تمیز ایراد داره، نه آقا تمیز زیباییه، تمیز اصلا خوبه. اونی که نمیتونه تمیز در بیاره، بگه نمیتونه تمیز در بیاره، اونی که ایراد میگیره. گفتن که آقای ورزی ما کدوم از سازسازان یک کلاس آکادمیک خب بله نبوده، ولی باید به یه جایی برسیم دیگه، نمیشه که همینجوری من در اختیار کسی نذاشتم، اون آقا هم رفته به تنهایی کار کرده. کجا ما دو سال رفتیم دوره دیدیم؟ دقیقاً من خودم منم تشنه ابزارم. کی تالو اومده بگه آقا این ابزار اینه، این چسب، الان اسمش از این آقا میشنوم ابزار خاص. خب یه خوردن باید بریم به هم دیگه بگیم یه دفعه 40 تا ساساس وقتی با ابزارام فیلم بذاریم یه استادی. حالا میگم ما نه که یه دست صدا نداره، ولی باید ببینیم کلاس ببینیم، دو ادعا رو بذاریم کنار، کسایی که واردن بیان دوره بزنه. هر موقع همه که همه چیزو پیدا نمیکنن. شما الان فوق زبون مثلا اینو پیدا کردی به نحوه احسن، امکان داره این دوست ما یه چیز دیگه رو پیدا کرده باشه. بلد. اگه هر کی تجربیاتشو در اختیار همدیگه بذاره، مدون بشه، جزوه بشه، فیلم بشه، این میشه کم کم یه کار آکادمیک. کسی هم که میخواد ساز بسازه
باید این دوره ها رو بگذرونه. الان ببخشید یکی تازه شروع کرده به ساز ساخته ساز یه دفعه عادت کردن قیمت رو اول میان سازه من مثلا ستار من 3 میلیون تومنه 2 میلیون تومنه 2 میلیون 500 تومن آقا معیار پول قیمت نیست ساز عمرش بیشتر از ماست اگه دو تا ساز از من یادگاری بمونه این ارزش داره الان هممون داریم میگیم یحیی خب این یا کی میدونه یحیی وضع پولیش خوب بوده سازش مثلا الان سازی مثل آقای کمالیان یا مرحوم هاشمی و اینا تو بازار سیاه فقط بلدیم که به حساب قیمتش رو ببریم بالا ولی شاید تو این جماعت سازساز با یه دست نوازش با یه دوره بشه دوتا کمالیان درست کرد بله هاشمی چرا نمیشه درستی؟ چرا از سازسازا یه هاشمی نباید در بیاد نباید کمالیان در بیاد نباید یحیی در بیاد برای اینکه اشکال ما اینه که کار گروهیمون ضعیفه شما اولش گفتید ما سازسازا نوازنده نیستیم چرا نوازنده نباید سازساز باشه خود در اصل مشکلات بشه آقای اینه که ببخشید سازنده ها بیشترشون اگه نوازندگی بلد باشن بتونن چیز کنن خیلی کمک ما از نوازندگی اومدیم تو کار یعنی از عشق به نوازندگی کشیده شدیم تو سازنده انجام بزنید.